منم قرآن کلام حق، چرا من را نمیخوانی؟ چرا غافل ز من هستی؟ و این غدوت من اهلک، زمانی که فردا غدوت خرجت من اول النهار، اول روز بلند شدی از خانه عایشه. تفسیر مفسرین: تبوی المؤمنین، جای به جای می کردی سوق الجیشی نظامی مجاهدین صحابه را، مقاعد للقتال، سنگرا در برابر دشمن. والله سمیع علیم، الا رب العزت سمیع دانا هست. اذ همت طائفتانی، دو طائفه در دلشان خطور کرد، منکم از شما، ان تفشلا، که بزدل شوند، عزیز دلم از شما جدا شوند. گفتن که این بنو سلیمه و عین شکل از خزرج، بنو حارسه از اوس است، یا هر دو از انصار است و یا از مهاجرین. ابن کثیر می فرماید که عمر می فرماید شنیدم جابر را که انصاری است میگه فینا نزلت هند هم طائفتان، نحن طائفتان بنو حارسه و بنو سلیمه، این دو طائفه بزدل شدن، نعوذ بالله. الله میگه والله ولیهما، الله ناصر و محیب هر دو بودن، الله رب العزت مشکلشان حل کرد. در اینجا دشمنان صحابه یک اعتراض دارن، دشمنان صحابه اعتراضشان امیس که صحابه بزدل شدن. محققان و مفسران فرموده اند که نه، والله ولیهما، الله خودش ولایت خود اعلان کرده، دیگر به کسی جای بحث باقی نمانده است، جای بحث دیگر به کسی باقی نمانده است. عزیز دلم، میگه و علی الله فلیتوکل المؤمنون، به الله باید توکل کند مؤمنان. امام قرطبی می فرماید در باب حقیقت توکل اندک اختلاف است. یک عده می فرماید رضایت به تضمین الله، قطع طمع از مخلوق الله. روایت دیگر است ترک اسباب. توکل امیست که از اسباب باید استفاده نشود، مثل 70,000 کسی که بدون حساب در جنت می رود. لیکن این اعتراض را رد می کند. چرا؟ زندگی پیامبر و صحابه با تهیه اسباب، کمک از خالق اسباب، ای با ما نشان می دهد که دقیقا او تفسیر صحیح نیست. یعنی تهیه اسباب منافی از برای توکل نیست. ولقد نصركم الله في بدر، قصه بدر در سوره انفال می آید، الله شما را در بدر نصرت داد، و انتم اذله، در حالی که کم بودین عزیزان من. فتقوا الله، بترسین از الله لعلكم تشکرون. یعنی الله قصه احد ذکر کرد، به دنبال رمزی به بدر داد. چرا؟ مسلمانان در بدر 313 از لحاظ عدد و عتاد، از لحاظ عدد و عتاد کم بودند، کفار در غایه شدت قوت بودند. الله اون نصرت آثار قدرت خود نشان می دهد. اذ تقول للمؤمنین، وقتی که می گفتی به مؤمنان علی یکفیکم یمدکم ربکم، آیا کفایت نمی کنه شما را که کمک می کنه الله شما را؟ بثلاثه الاف من الملائکه منزلین، به چند هزار ملک فرود آمده شده، 3,000. بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر شما از صبر کار بگیرین، از تقوا، و یاتوکم من فورهم هذا، و میآید شما را من فورهم هزار، معنایش میفهمی؟ یعنی من ساعتهم هذه، من ساعتهم هذه. بعد از آن یمددکم ربکم بخمسه الاف من الملائکه مسومین، با 5,000 ملک نشانه دار. چند هزار ملک؟ 5. تعارض بین 3 و 5، دفع تعارض. دشمن میگه مستشرق، یک جای میگه 3,000، یک جای 5,000، یک جای چیزی دیگه. جواب است که 5,000 هم زمان نیست. 5,000 چی نیست؟ هم زمان. اینجا یک تاکتیک نظامی را یاد بگیرن. باید مبارزان امت وقتی که قطعات به طرف راهی میشوند، کاملا قوت قطعات را همزمان راهی نکنند. خدای نکرده اگر دشمن زد، کل گیر یک جای ذوب میکنه، با تفرقه و با فاصله. باید به نقاط هدف خود را برسانن. اگر مشکل شد، از عقب و از گدام، از مقدم بر علی دشمن کار انجام دهن. اینک نکته هاست. مسومین، مسومین ده یا مسومین، دو قرائت است. صاحب نشانه، گی گفتن دیستار، گی گفتن دنب اسبانشان کوتاه، گی گفتن لباس سرخ،
لیکن آنچه که تحقیق علمی به تخصص و معیار است عزیزان من ایست، ایست که معلمین انفسهم و خیولهم بی علامات واضحات. معلمین نشان کنندگان بودن، ملک کی را نشان کرده بودن، نشانه کرده بودن خودشان را، اسبشان را به نشانه های روشن که همه باید بدانند که یا کیا ان. دیگه سر تعیینش که چی بوده چی نبوده او قدر توجه نکرده ان. عزیز دلم، مسومین اسم فاعلش معلوم شد، مفعول بهش انفسهم و خویولهم شد، یادتان باش. و ما جعله الله الا بشرا، الا این زال ملک را روان نکردم مگر برای بشارت شما، وگرنه بدون یزیم به قدرت الله کامیابی می آمد. ولی تطمئن قلوبکم به، تا آرامش دل شما به آید. این وعد مدد بشرا بشارت است، آرامش دل شما است. جزا و فضا از دشمن نکنین، از کثرت دشمن و قلت خودتان. چرا؟ و من نصر الا من عند الله، نصرت نیست مگر از جانب الله رب العزه. معنایش چیست؟ جناب سعدی رحمت الله علیه می فرماید فلا تعتمدوا على ما معكم من الاسباب، فلا تعتمدوا على ما معكم من الاسباب، با اسباب اعتماد نکنی، بلکه اسباب تو معنینه دل شما است. نصرت حقیقی از جانب الله است، نصرت حقیقی از جانب الله است. یقطع طرفا من الذين كفروا، طاقتكن على یک طرف از کافران را، او یک بتهم یا رسوا کنه ایشان را، فینقلبوا خائبین، برگردن ناومید. لیس لک من الامر شیئا، در شان نزول گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم بدعایی که دیگه در احد که الله یار در بدر کنه، الله گفت به تو امری نیست حتی یتوب علیهم، که یا قبول توبه کنی او یعذبهم یا عذاب کنی، فانهم ظالمون، ایشان ظالمان. جناب مفسران امت سعدی میگه در این آیت یک قاعده هست، اختیار الله به اختیار بنده مقدم است، اگر چند درجه بنده خیلی بلند باش. رسول گرامی محبوب رب عالم است، در اینجا اختیار خود الله به سر اختیار رسول چیست؟ مقدم. من و شما خب بیخی در صفای دیگه جاست. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص از الله است آنچه در آسمان ها و زمین است. و یغفر لمن یشاء، الله رب العزت می بخشد کسی را می خواهد. و یعذب من یشاء، عذاب میکنه الله رب العزت کسی را می خواهد، کار اوست. کسی را ایمان داد مغفرت، کسی را دوام کفری رفت عذاب. والله غفور رحیم. یا ایها الذین آمنوا، تقویه اسباب تقویه جهاد حلال خوردن است عزیزان من. اجعلوا بینکم و بین مخالفت نعیان ربا وقایتا، شما در بین خودتان و بین ربا یک وقایه بیارین، زیرا محبت دنیا در دل نیاید، حرام خوری در دل نیاید، زوفی در صف میاید. میگه ای مؤمنان، نخورین ربا را اضعافا مضاعفا چند چند. معنایش اینیست که کمشو بخورین، این به اعتبار بیعه و اجتماس. و 1000 تو قرض ماه اول که داده نتانستی 1200، دیگه ما 1400، دیگه ما 2000، امی تو از عافی مضاعفه میش. یک ربای فضل است که نسیه. متقو الله لعلکم تفلحون، بترسین از الله تا شما رستگاران شوین. بعد میگه واتقو النار التي اعدت للكافرين، بترسین از جهنمی که اصلا به کی آماده شده؟ به کافران. واطیعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، الله را اطاعت کنین و رسول الله را بلذی که رحم کرده شوین. اگر رحم الله را میخواهی بدون از اطاعت الله و رسول الله، اج راه دیگر وجود ندارد. و سارعوا الى مغفرت من ربكم، بشتابین به مغفرت الله و جنتین به جنت الله، عرضها السماوات والارض، برداری از مانند آسمان ها و زمین است. و اعدت للمتقین، آماده شده برای کسایی که پرهیزگارانن. سارعوا الى مغفره، جناب عثمان ابن عفان می فرماید مغفرت چیست؟ مغفرت میگه اخلاص است. علی رضی الله عنه می فرماید ادای فرائض است. ابن عباس می فرماید اسلام عزیز است. انس ابن مالک می فرماید تکبیر اولاست.
عثمان چی می فرماید؟ اخلاص. علی رضی اللہ عنہ چی می فرماید؟ ادای فرائض. ابن عباس اسلام، عقیده شریعت اخلاق، ارسیش. انس تکبیر اولا. سعید ابن جبیر طاعت. اکرمت توبه. ابو العالیه هجرت. امام ذهاب جهاد. امام مقاتل اعمال صالحه. اگر می خواهی که تفسیر معیاری شود، از صحابه و تابعین. اگر می خواهی تخصصی شود، یک جمله را یاد بگیر. هدف این بزرگ مردان حصر نیست، هدفشان به صورت تمثیل است. و سارعوا الى مغفره مثلا اخلاص، و سارعوا الى مغفره مثلا ادای فرائض، مثلا اسلام، مثلا تکبیر اولا. حصر نیست، حصر که نشد. امام قرطبی می فرماید و الایت عامه معنایست فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات. معنا شمین است عزیز دلم. دشمن چی میگه؟ فلسفه میبیزی. جنت داخل عالم است، بیرون عالم. اگر داخل عالم باشه جای نمیشه، ارض و السماوات و الارض. اگر بیرون عالم باشه کسی خبر نداره. به این مقدمه مموهه به ظاهر تلا به باطن میس میخواهد که عقیده نسل جوان را شکار کنه. در جواب بگو که زیر عرش است، ولو که بردارش برابر آسمانا و زمین باشد، عرش بزرگتر از همه است، هیچ مشکل ندارم. الذين صفت متقی، مل متقون یک اعتراض است. مل متقون از تو کسی پرسان میکنه متقون کیان. اگر از نص سری قرآن باز میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، از نص سری قرآن. خوب قضیه را متوجه باش عزیز دلم که متقیان کیست. میگه الذين ينفقون في السراء والضراء، پرهیزگاران از نظر قرآن، آنانی که مصرف میکنن در حالت فقیری و پیسداری، در حالت مرض و صحتمندی. دوم والكاظمين الغيظ، آنانی هن که خشم خود را فرو میبرن، آنانی هن که خشم خود را در وقت پر شدن او را فرو میبرن عزیز دلم. سوم والعافین عن الناس، آنانی هن که از مسلمانانی که تخطی کردن در گذر میشوند. والله يحب المحسنین، الله نیکوکاران را دوست داره. چارم والذین اذا فعلوا فاحشة، زمانی یک کار غلط انجام دهن، او یعنی که چی متعدی، او ظلمو انفسهم و یا هم ظلمی به نفس خود کرده باشن. ذکر الله، بیاد الله می روان، الله بیادشان می آیا. فاستغفروا لذنوبهم، بعد از الله معافی می خواهن. و من یغفر الذنوب الا الله، هیچ کسی گناه را نمی بخشد مگر الله. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، دوام نمی دهند گناهشان را، معصیتشان را. صحابه کرام می وضعیت را دارن. الجاهل میت والناس نائم والعاصی سکران. سبحان الله، چی یک جمله است. عبدالله ابن سهل گفته الجاهل میت، آن که نادان است فکر کو مرده است. و الناس نائم، ملت ها در خواب غفلتن. والعاصی سکران، مرد گناهکار در حال نشه است عزیز دلم. و یکی دیگه شم و یکی دیگه شم بیچاره هلاک شده. آن کی نجات دارد اموس. ولم یسروا علی ما فعلوا، ولم یسروا علی ما فعلوا، دوام نمیدهند به گناهشان، دوام نمیدهد به گناهشان عزیز دلم. دقیق باش قضیه از چی قرار است. گناه را میگه توبه کو، میگه الله لک بخش است، در حالی که صفت صحابه ولم یسروا علی ما فعلوا، ایشان دوام نمیدهند به گناه. توبه در سوره در جای دیگری میآید، در جای دیگری تحقیق توبه ان شاء الله میآید. صرف این قدر میگم از گذشته پشیمانی، تو استغفار دوام، در آینده معاد نشوی. این امیر توبه صحابه گونه میگه اولئک جزاؤهم عند ربهم،
جزای ایشان در چیز مغفرتون من ربهم، بخشش بزرگ از جانب الله است. و جنات تجری من تحتها الانهار، جنتایی که قبل از زیر درختانش چهار نهر روان است. خالدین فیها میشن در او جنتا و نعم اجر العاملین، چی خوب است اجر عاملین. لجما طرف تا گورم در آیت الذین ينفقون والكاظمین الغیظ، امام قرطبی و تفاسیر میاره یک کسی از متعلقین علی رضی الله عنه یا شوربای آب گرم ریزان سر از ایشان، بعد غضب شد، غضب که امی مردم امی خوردنی یا شوربا را میاره یا که سر آدم میریزانه. این خدمتگار قراندان گفت که والکاظمین الغیظ، خشمش را فرو برد. بعد آرام شد، گفت که والعافین عن الناس، گفت عفوت لك. وقتی که عفوت را گفت، گفت والله يحب المحسنين، خی برو آزاد استی، سبحان الله، برو ای طرف ما آزاد استی. آلی در عمق خشم بودی، یک نفر گفت والکاظمین الغیظ، خشمت صفر کو. در بخاری یک حدیث است، کسی غلمغل میکرد رگی گردنش خیسته بود، نمیرم که او مسلمان بود یا چی بود، جای خودش باز میایه، حیات باقی بود، بخاری را تصمیم داری که میخوانی. ما به فاضلا گفتیم هر کسی پیش ما دوره حدیث میخوانه تا که تفسیر قرآن پیش ما نخوانده باشه پیش ما نخوانه، به خاطر که در تفسیر کتاب تفسیر با ما شرح نمیکنم. کتاب و تفسیر مغلقات هست، اونجا من یک ترتیب میگم براش، دیگه تو میخوانی ما گوش میکنم، با ایجم نخوانده اوجا پیش ما، تو میخوانی ما گوش میکنم، از دو خفته چکی بیدار شوه. الله رب العالمین رحم کنه، خب فرصت ندارن نی را درسی بخوانی باز هشت ما خلاص میشه. هدفم در اینجاست. رسول گرامی گفت ما یک کلمه یاد دارم اگه همی بخوانه خشمش میشینه، او کلمه را خوان اعوذ بالله. وقتی که صحابه خبر شد رفت پیش دو، گفت که کلمه است رسول گرامی، اگه بخوانی غضبت گم میشه. و ابی جنونون، فقط ما دیوانه هستم. از این که دیوانگی در کجاست که در مقابل پیغمبر بگویی که ابی جنون، از این که دیگه دیوانگی نیست. اما متعلق به اون نفر نه دیگه، او را خود میگذاریم به جای خودش. خب به هر صورت ادبش کم شده بوده، الله رحم کنه. قد خلت من قبلكم سنن، پیش از شما گذشته تاریخ گذشته. فسیرو فی الارض، سیر کنین در زمین. دو نوع سیر است، یکی سیری فکری است، یکی سیری چیست عزیز دلم، سیری فیزیکی. ابن عاشور علامت ابن طاهر طاهر ابن عاشور می فرماید در اینجا اهمیت علم تاریخ معلوم می شود. اهمیت علم تاریخ چرا؟ سیرت در اینجا معلوم میش، معرفت اخبار گذشته معلوم میش، اسباب صلاح امت اسباب فساد امت فرق می شود. تو اسباب صلاح را انتخاب می کنی، اسباب فساد را ترک می کنی. از قصص چی باید گرفت؟ حصص. فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، نگاه کنین سرانجام مکذبین چیست. هذا بیان للناس، قرآن بیان مردم است. و هدى و موعظه للمتقین، ام هدایت است ام وعظه است به پرهیزگاران. در گذشته ها یک چیزی گفته بودم، یعنی خلاصه تمام تبابت تو در قرآن است، از نظر تزکیه، از نظر تعیین حلال و حرام، از نظر تشخیص بیماری، از نظر مداوا و علاج، کاملا درمان تمام بیماری ها در قرآن است. ولی البته با نگو که دکترها چی میکنه، بیماری های روحی را میگم و چوف و کوف هم در ذات خود جای داره. ولا تهینوا ولا تحزنوا، ولا تهینوا ضعیف نشوین، ولا تحزنوا غمگین نشوین، و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما بلند هستین به شرطی که مؤمنان بوده باشید. یمسسکم قرح، اگر به شما زخم رسید در احد، فقد هیچ باکی نیست، زیرا اذ فقد مس القوم قرح مثله، به قوم دو چند یزی رسیده بود. چرا؟ شما 70 شهید دادین خلاص، اونا 70 شهید دادن، 70 تا چی دادن؟ اسیر دادن. و تلک الایام نداولها بین الناس، این روزایی است که ایره میگردانیم در میان مردم، نصرفها، میگردانیم برای فایده های زیاد. فایده های زیادی در اینجا دیده می شود که روزها گهی احد می باشد و گهی چی می باشد، گهی بدر می باشد.
لیکن از جمع فایده ها چیست؟ عزیز دلم، از جمع فایده ها چیست؟ از جمع فایده ها میست که وليعلم الله تا جدا کنه الله الذين آمنوا مؤمنان مخلص را و يتخذ منكم شهدا، از شما شهیدان بگیره. والله يحب لا يحب الظالمين، الله کی را دوست نداره؟ عزیز دلم، ظالمان را دوست نداره. ولی امحص الله الذين آمنوا، تاکه خالص کنه الله رب العزت مؤمنان را، و یمحق الكافرین، محو کنه کافران را. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، گمان میبرین که جنت داخل شوین؟ گمان میبرین که به جنت داخل شوین؟ در حالی که در ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، جدا نکرده الله مجاهدان شما را از غیر مجاهدان، و يعلم الصابرين، جدا نکرده باشد صابر را از غیر صابر. یک دوره صفوف معلوم شوه، باز معلوم شوه، و در عین حالم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، خودتان آرمان شهادت داشتین پیش از ملاقات. صحابه چی میگفت؟ اخ، در احد ما محروم شدیم، چطور یک وضعیت دیگه برابر شوه؟ دلیل است که تمنای شهادت ممنوعیت نداره. یک اعتراض است، میگه تمنای شهادت صحیح نیست. چرا؟ معنای شهادت چیست؟ دشمن از سر ما غالب کو مرا بکشه، حاصلش همیست. اعتراض همیست، جواب همیست که تمنای شهادت به معنای رسیدن به درجات بی نهایت جنت، نه به این معنا. او زمنان کم من شین است بود ولا یقصد. فقد رأیتموه دیدین، و انتم تنظرون، در حالی که نگاه می کردین. و ما محمد الا رسول، محمد صلی الله علیه وسلم نیست مگر رسول. قد خلت من قبله الرسول، پیش از دیگر انبیا هم گذشته است. صحابه که میدان احد رها کردن، شیطان اعلان کرد که قد قتل محمد، الله چی می فرماید؟ افا این مات او قتل، اگر رسول معظم از دنیا رفته باشه یا شهید شده باشه. این قلبتم على اعقابكم، رجعتم عن دینكم، شما از دینتان می گردین. نعوذ بالله، و من قلب على عقبیه، کسی از دینش می گردد. فلن یضر الله شیئا، با الله چیزی ضرر رسانده نمی تواند. و سیجز الله الشاکرین، الله زود است که قدردانان را چی می دهد؟ صدایت می شنوم، جزای نیک. ارشاد الله و بنده به حالت ما باش که از ایمان خطر ببینی، از لوازم ایمان خطر ببینی. فضیلت صدیق در اینجا معلوم می گردد. گفت که من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، بخاری حدیث روایتش است. اگر رسول گرامی را عبادت میکردن رفت. و من کان یعبد الله فان الله حی لا یموت، الله زنده لا یموت است. بله، شهادت و رفتن رهبران دینی امت مصیبت خیلی خطرناک است، اما جمع کردن امت، حفظ و حفاظت ایمان امت، مسئولیت دیگر بزرگان زنده امت است. و مکان لنفس ان تموت الا باذن الله، سبحان الله، هیچ نفس نمیمرد مگر به اجازه الله، کتاب مؤجلا، وقتش مشخص است. عقیده اهل سنت میفهمین المقتول ميت بأجله، صدايت بكش المقتول ميت، يعني قتل قاطع عمر نس. معتزله ميگن قتل قاطع اجل است. عقيده اهل سنه اميس كي هيچ نفس بدون اجازه الله نمي مرد، كتاب مؤجل داره. و من يريد ثواب الدنيا نوتيه منها، کسی دنیا میخواد برش میدهیم. و من يريد ثواب الآخرة نوتيه منها، کسی آخرت میخواد برش میدهیم. دنیا هست، لكن بعد از آن وسنجزی شاکرین، اصل قضیه پیش قدردانان امت است، جزای زیبار الله به امیدی هد. و کعیم من نبیین، بسیاری از انبیا، قاتل معه ربیون، امرایشان جهاد کرده ربیون کثیر، جموع کثیرتون، جمع از بزرگان. فما وهنوا، سست نشدن، لما اصابهم فی سبیل الله، بری زخم و شهادت باقی مانده سست نشد. و ما ضعفوا، عین شکل ضعیف نشدن. و ما استکانوا، ذلیل نشدن. والله یحب الصابرین، الله دوست دارد صابران را.
جمع کرد بین صبر و استغفار، مأمور بهی در مصیبت است عزیز دلم. گفت و ما کان قولهم الا ان قالوا، گذشتگان در باب زخم و شهادت نداشتند مگر می گفتند ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ببخش گناهای ما را، و اسرافنا اسراف ما را، فی امرنا در کار ما تقصیر از ما بوده، و ثبت قدامنا، ثابت بگذار قدم های ما را در صف نبرد، و انصرنا علی القوم الكافرین، ما را نصرت بده به قوم در برابر قوم کافر. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، دعای مجاهدین الله قبول کرد، ام ثواب دنیا داد ام حسن ثواب آخرت. والله يحب المحسنين، الله رب العزت نیکوکاران را دوست دارد. سبب یادم بیاورد که از قصه احد چند تا درس گرفته می شود، درس ها و اندرز های از آدرس احد را سبب یادم بیار اگر الله خواسته بود در خدمت شما. ام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت.